أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادرا عزیز خواهرا محترم ما وشما اولدرس ه شروع ردم فتم که علمای بزروار زادهستن وبخصوص دو عالم بزروار علامه ابن ابی العز حنف رمةالله عله و لامه ابنقم وز رمةالله عله انا میفتن ه القرن له فی التودقرآن لش دربار توحدسعنهدف نولقرآن عظمشان و احکام قرآن عظیم شان کل درباره توحید است یعنی اگر انسان موحد یک تا پرست شود چرا توحید کلمه هست که وقتی که انسان کلمه توحید بخوانه با صف بشریت موحد میشه اگر کل مردم موحد باشن در بین موحدین هیچ مشکل نیم باشه وقتی که انسان حقیقتا به قرآن و سنت چنگ بزنه بناهن قرآن عظیم شان کلش تمام احکامش تمام آیاتش قصص قرآنی کلش درباره توحید است به وحدانیت الله متعال سبحانه و تعالی به خاطر که قرآن از مشان درباره توحید است علما گفتن که قرآن عظیمشان اول اقسام توحید بیان میکنه و گفتن که توحید که است در حقیقت در قرآن عظیمشان چند قسم توحید بود شش قسم بود فهمیدین اصلا در قرآن عزیز چند قسم توحید است؟ شش قسم است توحید ذات است توحید صفات است توحید افعال است توحید عبادت است توحید اطاعت و حاکمیت است و توحید اسما و نام هاست ها سیز نیم؟ اسما یا نام ها بالاخره بازی را علما بعضیشان به کلش به دو بخش تقسیم کردن بعضی علما ایده کلش ارشش به سه بخش تقسیم کردند. بعضی ها به چهار بخش تقسیم کرده چرا تقسیم کرده این تقسیمات تقسیمات به خاطر ازی که شاگردا وقتی که میخوان وقتی که تقسیم بندی باشه باز در ذهنشان خوبتر میشینه اگر چیه هیچ نیاز به تقسیم بندی ها در ابتدا نبوده چون صحابه و تابعین که عربی شان بسیار خوب بود فساحتشان خوب بود و درس خوب میفهمیدن نیاز نداشتن که تقسیم بندی ها شود چون پس ها مردم نمیفهمیدن یا مشکلات پیدا میشد یا میخوان آسان استفاده بکنن بنان یا چی میکردن برشان تقسیم کردن و این تقسیمات اجتهادات بشری هست این قسمت هیچ مشکل نداره کس گفت که دو قسم هم است باز مزیر دو قسم شش قسم بیان کرده او که سه قسم هم گفته هم شش قسم تشریح کرده او که چهار قسم گفته هم امی شش قسم باز پایین تقسیم کرده رفته خلاصه اکثرش که زیاد شهرت دارم می هست که توحید به سه بخش تقسیم کردن که ربوبیت است و اسم و صفات است در توحید ربوبیت ما شما دو بخش چه یکی توحید ذات خاندیم ذات الله سبحانه و تعالی دومش توحید افعال الله متعال خاندیم شد نه یگانگی افراد الله فی ذاته و افراد الله سبحانه و تعالی فی افعاله ایره خاندیم نوبت دومش میرسه بخش دوم توحید چی هست توحید الوهیت است که ما شما امروز بخیر توحید الوهیت شروع میکنیم در قسمت توحید الوهیت ما و شما باید چی کنیم و چه قسم بخوانیم در توحید الوهیت لازم است که ما و شما اول کلمه اله بشناسیم چون الوهیت از کلمه اله گرفته شده اول میخوایم اله در لغت چی را میگن و اله در اصطلاح چی را میگن بعد از اون میایم آیات قرآنی که در این راسته هست بعد از اون توحید الوهیت تعریف میکنیم اول تعریف اله میکنیم خب چون الوهیت از اله گرفته شده از این خاطر اول باید اله تعریف کنیم څرنګه چې الوهیت د اله نه اخیستل شوی نو اول د اله کلمه په لوغه کې او په اصطلاح کې وایي بیا دی توحید الوهیت تعریف وایي خب الاله فی اللغه بمعنی المعبود در زبان عربی اله به معنای چی است؟ معبود یعنی ذاتی که عبادت میشه حق از ذات چه عبادت کی؟ ایده عرب ها چی میگن؟ اله میگن و جمع اله آلحه هست جمع اله چی است؟ هست عرب ها میگفتن لو کان فیهما آلحه الا الله لفسدتا ما شما قبلا یاد خاندیم إن آل جمع اله چی هست؟ ده اله جمع آله ها عرب ها بطهای خدا چی میگفتن؟ آله میگفتن من دون الله آله ليكونوا لهم عزه سوره مريم آية 81 اتخذوا من دون الله آله ليكونوا لهم عزه اینا اینجا الله متعال میگه که واتخذوا و گرفتن امین مردم های عرب جاهلیت یا انسان های جاهل من دون الله و غیر از الله دگه مخلوقات آلحه گرفتن مجسمه های پیغمبر ها را جور کردن او را اله های خود ساختن مجسمه های اولیاء الله را جور کردن او را اله و معبود خود گرفتن عبادت کردن بعضی ها مثلا جنها را به عبادت گرفتن بعضی ها قبرهای انسانهای نیک و خوبه، قبر پیغمبر یا قبر یک ولی یا قبر یک انسان خوب گرفت و او را اله خود معبود خود ساخت بر از او عبادت میکرد سجده میکرد رکوع میکرد در گرد از او تواف میکرد لیکنو لهم تا که امی معبودان باطلی که اینا او را عبادت میکردن معبود حق الله است دیگه هر کسی که عبادت شوه او معبود حق نیست معبود باطل است پس اینا معبودهایی را که بودهایی را که گرفته بودن معبودهای باطل را گرفته بودن به خاطر از یکی بر زنا غلبه بته عزت بته قدرت بته کلا الله متعال میگه یک تصور غلطشان است هیچ وقتی نمیشه سیک فرون به عبادتهم اینا باز کافر میشه به عبادت از اینا یعنی چی میشن پس پشیمان میشن در روز قیامت خودشان باز پس به با عبادت از و به این را معبود خود قرار دادن باز کافر میشن و باز میگن که الله بغیر غیر استودی الهی وجود نداره کلشان از این معبودان خود پشیمان میشن و به او کافر میشن و یکونون علیهم ضد و بعضی کسایی که باز اگر خود او شخص اینا را دعوت کرده باشه که بیاین این عبادت کنین مثل فرعون و هامان و شداد و نمرود و یا کسایی که قوانین می سازن و از مردم تقاضا میکنن که بیاین از قانون ما اطاعت کنین باز اینا در روز قیامت دشمن از اونا می باشن معبود دشمن عابد می و عابد دشمن معبود می باشه کل شکی دیگه خود چی می باشن؟ دشمن یکی دیگه خود می باشه پس اینجا ما و شما اینه در ای آیت قرآن دیدیم که آله جمع چی شد؟ جمع اله شد که نه در قرآن از شان موجود است خب اله در اصطلاح چی رو میگن؟ اله در اصطلاح به معبود گفته میشه الاله اله اگر الفلام بدهش بازی قسم میگم الاله الاله في اللغه المعبود الاله في اللغه المعبود إله اللغه معبود مغنيه و ودر المعبود الجميل المعبود الذي المعبود الذي ذاته يعبد و شریعته تطاع و تطاع المعبود و اله در اصطلاح اله فارسی برتان بگیم که اله در لغت به معنای معبود است یعنی کسی که عبادت میشه و در اصطلاح کسی است که دو صفت داشته باشه دو خصوصیت داشته باشه ذاتش عبادت میشه ذاتش عبادت میگردد و شریعتش شریعت و قانونش اطاعت میگردد اگر چی ما شریعت الله را قانون گفته نمیتونیم قانون فرق میکنه لکن به خاطر بسیاری مردم ها نمیفهمه کلمه را استعمال میکنه باز پسان که ان شاء فهمیدین تنها لفظ شریعت استعمال میشه کنمو مرادف قانون بشری هست پس په پختوکی اله بلغات کې په مراد معبود یا هغه ذات چې د عبادت کېږي او د حق د شریعت اطاعت کېږي هغه معبود تویل کېږي چې دوه خصوصیات لري ذات عبادت کېږي او شریعت اطاعت کېږي د ته په عربي کې ورته چی وایي د ته الوه وایي اې در عربی الوه مېږي خواه ایناله هر کسی رو که ذاتش شما عبادت کردین او معبود شما هست و هر کسی هر مخلوق را که مردم عبادت میکنند او است؟ معبودشان گفته میشه و هر کسی را که شما قانونش اطاعت میکنین او هم معبودتان گفته میشه اگر شریعت الله را اطاعت میکنین معبودتان الله هست اگر قانونی که ضد شریعت است او را اطاعت میکنین او شخصی که این قانون ساخته او را چی کردن؟ او را معبود خود ساختن مثلا فرعون مردم ها نمی گفت که بیاین مرا عبادت کنین بر ما رکوع سجده کنین میفتن قانون ما که ضد شریعت موسی علیه السلام ها باید اطاعت کنین انا ربکم الاعلی متوجه هستین پس این دو خصوصیت است مربوط به چیست آل ای راستا ما و شما یک سوال میشه میگه در قرآن مسلمان ها در قرآن عظیمشان هم برشان گفته که شما کلمه لا اله الا الله را بگو فعلم انه لا اله الا الله ما شما مو لا اله الا الله را وقتی که تعریف اله را فامیدیم که ذاتش عبادت میشه و شریعتش قال لا اله الا الله را ترجمه کنیم؟ لا اله ترجمه لا اله الا الله دقيق شمی لا معبود بحق لا معبود بحق ذاته يعبد وشريعته تطاع الا الله بغیر الله سبحانه وتعالى لا اله نس هیڅ کس مستحق دي کې ذات عبادت شوه او قانون او شريعت شتاعت شوه الا الله بغیره الله متعال مترجم شیدم په پښتو کې څنګه رقم ترجمه کاوه لا اله نست هیڅ څوک مستحق دي دي چې ذات عبادت سي او قانون او شريعت اطاعت سي الا الله بغیره الله نه اوس د دې ځکه عبادت کیږي او قانون او شريعت اطاعت کیږي دغه د الله عبادت او اطاعت د چا په طریقه کې حکم محمد رسول الله صل الله عليه وسلم د محمد صل الله عليه وسلم په طریقه کې او چې هغه رسول دی الله دی په طریقې محمد صلی الله علیه وسلم میکنیم چې رسول الله است اینالی در کلمه لا اله الا الله در حقیقت سه تعهد است چند تعهد است؟ سه تعهد است یعنی وقتی یک انسان مسلمان کلمه می خانه که لا اله الا الله بعض اوقات میشه شه کافر از ما پرسان میکنه کنه می من سال کافر بودم ماله چی کنم که مسلمان شوم؟ برش می کلمه لا اله الا الله را بخوان میگه ما کلمه لا اله الا الله را بخوانم مسلمان میشم میگم بله خیلی یک جمله هست چطور این مرا سرنوشت و زندگی مرا تغییر میده از کفر مرا به ایمان میاره برای کافر میگیم تو قبلا با الله تعهد نداشتی حال که کلمه خواندی امرای الله مطال که خالق آسمانها و زمین است سه تعهد کردی تعهد اولی است که یا الله بغیر از ذات تو هیچ عبادت و کس دیگه نمی کنم خواه پیغمبر باشه خواه ملائکه باشه خواه طبیعت باشه خواه درخت باشه خواه نبات باشه خواه حیوان باشن ما تعهد کردیم بنا بغیر غیر از الله رکوع سجده باز اقسام عبادت ما شما میخونیم اینو به کس نمیگن تعهد دوم ما یا الله بغیر از شریعت تو قانون کس دیگه را نه قبول میکنم و نه در زمین الله تطبیق میکنم پس تعهد دومی که بغیر از شریعت یا الله بغیر از شریعت تو قانون کس دیگه را قبولم نمیکنم و تطبیقم نمیکنم از این خاطر است که ما نمیتونیم که کمونست شویم نمیتونیم قانون آمریکا را سر خود تطبیق بکنیم نمیتونیم قانون روس را سر خود تطبیق بکنیم اینال که کنجا تابعیت میگیره و قانون از اینا را مطابقت میکنه در کلمهش مشکل پیدا میشه متوجه هستی؟ کسی که کمونست میشه تا شکستان. اختشکستان سوم از در کلمه طیبه که ما تعهد کردیم که یا الله ما عبادت ذات ترا و اطاعت از شریعت شریعت فقط به طریقی محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم بنان ما طریق دیگیره خوبتر از طریقی رسول الله صلی اللہ علیه وسلم نمیبینیم اهل طریقت هستیم لکن پیر طریقت ما رهبر ما مرشد ما اسوه ما محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم است قلب از او قلب پاک است چشم از او چشم پاک است زبان از او زبان پاک است احکام از او احکام پاک است اخلاق ازو او کس اخلاق بهتر نداره حکومتی که رسول الله صلی صل الله علیه و سلام ساخت از حکومت ازو او کس حکومت خوبتر ساخته نمیتونه بنا ما هر کار خدا به طریقی محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلام میکنه و با طریقی رسول الله صلی الله علیه و زندگی کردن و طریقی رسول الله صلی اگر کس مطابقت کنه چی فایده داره؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني اگر شما الله را دوست دارین الله بر رسول الله ص میگه بر شان بو که اگر شما الله را دوست دارین متابعت از ما بکوین رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن پس ما الله را دوست داریم متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم یحببکم الله و الله شما را دوست می داشته باشه بس اینی ستا حدس در کلمه طیبه خب شاید یکی از شما سوال بکنه بگو استاد این سه تعهد چی استنادی داره که ما و شما چون تفسیر قرآن میخوانیم باید در وجود داشته باشه میگیم تعهد اول دلیلش در قرآن عظیم الشان سوره اسراء آیت 23 و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. دارين الله متعال ميك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى فيس لنمت. كيف فيس رب بکه رب تو او را که تو پذیرفتی که خلق است روزی دین است توحید ربوبیت است پذیرفتیم نه ما و شما کلمه. اینمی رب که ما او را پذیرفتیم که رب العالمین است امی فیصله ایش است که الله تعبدو که شما عبادت نکنین الا ایه بغیر از ذاتی از پس این تعهد ما در کلمه هست مطابق ای نمی آیت قرآن و باز بعد از اومه یکی و بالوالدین احسانه و وقتی که تو انسان مسلمان خوب هستی به مادر و پدرت هم احسان بکن بعض اولادا رابطهش به امرای الله خوب است لیکن رابطهشان به امرای مادر و پدرشان خوب نیست همیشه مادر و پدر خدا به یک شکل از اشکال میگه عمل زشت خو نکو سخنای بد خو نگو حتی برشان اف هم نگو اما یبلغن اندک الکبر احد ما اگر برسد یبلغن نبی برسد اندک در نزد تو الکبر به بزرگی احدهما ما یکی از والدین او کلاه ما یا اردوشان پیر شده باشن پیش شما باشن فلا تقول لهما افن بر از اونا حتی کلمه اف که یک کلمه عادی هست لکن بر مادر و پدر احساس خستگی ایجاد میکنن ای را هم بر از اونا نگو ولا هر هما اونا را غصه و جگرخون هم مگردان و قل لهما قولا کریما بر مادر و پدر سخن بسیار یعنی الله متعال در پالوی عبادت خود اطاعت والدین را ذکر میکنه به خاطر از که اما قدر که عبادت الله پیش الله ارزش داره به مو اندازه اگر نبود به درجه دومش یا بعدی از او اطاعت از والدین و احترام به والدین و اونها را اذیت نکردن هم بسیار ارزش داره که جوان مسلمان کسی که واقعا دین است باید به با والدین خود بسیار احسان بکنه و نیکی بکنه پس تعهد اول ازي قرآن القران درست ترسس. تعهد دوما از کدام القران مجرم. سوري يوسف آية الشل. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أصل أغاز آيات كاسة ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله إن يوسف عليه السلام در زندان وَيُوسُفَ و عليه السلام وقت بزندان رفت زندان را به یک پوانتون اسلامی مبدل کرد به پوانتون عقیده مبدل کرد و دعوت عقیده خود از زندان شروع کرد وقتی که برای دوستای خود اینجا دیگه زندانی ها بودن بر از اونا میگفت که ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما آنچه را که تعبدون شما عبادت میکنین من دونه بغیر از الله الا و نیستن مگر اسماء نام هایی که سمیتموها انتم و آباؤکم این نامها رو شما سر از این نام ماندین این نام هایی که سر محبود های باطلتان ماندین که رنگ و رنگ نام هاست که یغوث و یعوق و نصر و اوزا و لات و بلاخره محبود های بگوان و رام و بلاخره محبود های مختلف مختلفی که مردم نام میگذارن حتی بعضی حیوانات و حتی بعضی پرنده ها را عبادت میکردن اینال الله متعال میگه که این یوسف علیه السلام برای برا دوستای خود میگه که این چیزهایی را که شما عبادت میکنین یا نامهایی هستن که یا شما و یا پدرایتون این ای نامها را گذاشتن و این معبودا را گرفتن به باطل ما از الله به همین سلطان الله دهی کدام سلطان یا دلیلی در این باره روان نکرده الله اونم یک دین از پیشش که دین اسلام است این لا اله الا الله را آدم علیه السلام هم نوح علیه السلام هم می ابراهیم علیه السلام هم می و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلام کلشان لا اله الا الله می پس این چیزهایی که شما نامگذاری کردین این کار شما هست و کار پدرایتان است این الحکم الا لله حاکمیت که است حاکمیت دو قسم است یکی حاکمیت تکوینی هست یکی حاکمیت تشریعی هست حاکمیت تکوینی در کل کائنات است یعنی حاکم آسمان حاکم آفتاب حکم کی سر زمین سر محتاب سر ستاره، این حاکمیت تکوینی میگن بینی ما را قسم کی خلق کرد الله چشمای ما را این حاکمیت تکوینی میگن در کائنات در انسان ها در حیوانات در پرنده ها در ملائکه در جن در جنت در دوزخ در لح و در قلم این حاکمیت تکوینی الله است و که حاکمیت تشریعی هلاست که اینجا یوسف علیه السلام برشان میگه که در حاکمیت تشریع الله هم این الحکم و الا لله حاکمیت نیست مگر بکی؟ کی؟ مخصوص الله هست الله حکم میکنه که چه قسم عقیده داشته باشی چه قسم عبادت بکنی امره منان حاکمیت اعتقادی الله حاکمیت تشریعی دوازده بخش داره چند بخش داره؟ دوازده بخش داره که ما در سای بعدی خود میخوریم یا دوازده نظام داره نظام اعتقادی اسلام است حاکمیت تشریع نظام اعتقادی است نظام عبادات است نظام اجتماعی هست نظام اخلاقی هست نظام سیاسی است نظام قضایی هست نظام اقتصادی هست نظام مالی هست نظام تعلیمی و تربیتی هست نظام فرهنگی هست نظام عسکری هست و نظام دعوتی این دوازده نظام هست که این الحکم و الله در اردوازی از این حاکمیت مربوطی که میشه؟ الله از برای ما احکام اعتقادی رو تعیین میکنه اینجا میگه که در احکام اعتقادیش الله تعبدو الا ایا که شما عبادت نکنین مگر کیره الله را پس ما با امرای الله تعهد کردیم که یا الله غیر از حاکمیت تو در دوازده نظام حاکمیت کس دیگه را قبول نمیکنیم دلیلش از این قرآن است چرا که هر گپی که انسان مسلمان میگه که مربوط به دین و شریعت میشه باید استدلالی از قرآن و سنت داشته باشه تو نمیشه بسیاری کسایی که استدلال از قرآن و شریعت ندارن فلانی شخص گفت فلانی انسان گفت ده فلانی قصه آمده ده فلانی چی آمده ده یادم گناگار میشه پس باید انسان داشته بود ذالک دین القیم اینمی حاکمیت سیاسی الله را که ده دوازده چیز شما قبول میکنین اینمی دین راست و درست و صحیح است ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن متاسف انا اكثيريه مردم امي فما باستاهو دوما دليل الشيشة امي ايات قران شد. كي يا الله بغير الشريعه تو قانون كسي دغير ما قبول نميكونم چرا ان الحكم الا لله امر الله لا تعبدوا الا اياه و ديجا الله همس اوامر عبادتي هست اوامر اقتصادی هست اوامر سیاسی هست این دوازده چیز هستن و باید این دوازده نظام الله را ما بفامیم و با او عقیده بکنیم اگر کسی از این دوازده نظام یکیش هم قبول نکنه او مسلمان نیست چرا درباره هر کدامش آیات قرآن است و ما مستند برشون آیات قرآن هم میکشیم متوجه هستین؟ در اقتصاد هم آیات قرآنی هست وقتی میگم اقتصاد قرآن اسلامی نامش ما بانیم اقتصاد اسلامی یعنی او اقتصادی که احکامش از آیات قرآن و احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه وسلم گرفته شده است از دل خود ما نمیگیم اقتصاد اسلامی متوجه هستین وقتی که اقتصاد اسلامی میگیم مثلا اصراف از تبذیر از تقطیر از کل از اینا که است آیات قرآن داره من یک وقت تحقیق میکردم بیش از 100 آیه در قرآن در اقتصاد است در سیاست آیات قرآن است در نظام اجتماعی آیات قرآن است در نظام سیاسی آیات قرآن است پس وقتی انسان کلمه خوان باید این چیزا را بفهمه لکن الله متعال میگه ولکن اکثر الناس لا علمون لکن اکثریت مردم نمیفهمن چون نمیفهمه مخالفت میکنه متوجه هستین اگر بفهمه باز مخالفت نمیکنه خب تعهد سیومی که ما گفتیم که یا الله بغیر از همه عبادت و اطاعت تو را به طریقی رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم از این مورد پرسان میکنه میگه در کدام سوره است میم سوره حشر آیه 7 ما بکشین ما الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساکین وابن السبيل واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب <applause> اصل ايات ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتام والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم وما اتاكم الرسول نصفش سپا... هفتم در نصفش وما اتاكم الرسول فخذوا وان شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بر شما ورده فخذوه پس و ما نهاکم و از چیزی که رسول الله صلی الله علیه و شما را منع کرده فنتهو از او خودداری بکنین و تق الله و بترسین از الله این الله شدید العقاب یقینا که الله سخت عذاب کننده و عقوبت کننده هست حالا بعضی کسا پیدا شدن میگن ما قرآن قبول داریم سنت قبول نداریم یعنی لا اله الا الله را قبول داریم محمد رسول الله را قبول نداریم نعوذ بالله الله متعال بر از اینا میگه که و ما اگه یا قرآن قبول می داشت کو وقتی که گپ زد قرآن قبول نداره چرا اگه باید یک قرآن کس کافر شه و کافر از دیگه الله میگه که و ما تاکم الرسول فخذوه هر ال چیزی که رسول آورده الله قرآن از مشانه بر رسول الله هم نازل کرده و علما میگن بر رسول الله هم دو قسم وحی آمده یکی وحی جلی که قرآن است و وحی خفی احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم است پس دلیل تعهد سوم ما امی آیت قرآن است و بسیار آیت قرآن زیاد است خب من تا کلش ما نمیتونیم که بگیریم به خاطر از اینکه میترسم که وقت ما و شما چیز شود خب پس فهمیدیم که در کلمه طیبه چند تعهد بود سه تعهد بود تعهد اول یا الله به غیر از ذات تو هیچ عبادت به هیچ مخلوق نمیکنم سه دوم تعهد یا الله بغیر شریعت تو قانون کس د دیغه را بالای خود و بالای فامیل خود او در زمينه تو تطبيق نه میکنه و تعهد سیم چی بو دی يا الله بغیر اس عم عبادت او اطاعت ذات تو را مطابق چی میکنن په تاريخ رسول الله سره مګم په دې کلمه کې د دې تعهد نه وو اول تعهد د و چی يا الله بغیر د تعهد ل ذات نه هیڅ عبادت هیڅ مخلوق ته نه کوم د اول تعهد مده دوامتாஹو میدا چې یا الله بغیر ته عبادت نه بغیر ته شریعت نه بلچو قانون نه منم او نه تطبیقوم اول نه منم او درېم تாஹو څو چې یا الله د تاو زاته عبادت د تاو شریعت اطاعت بل رسول الله صلي الله عليه وسلم په طریقه وکوم انا رسول الله صلي الله عليه وسلم یو حدیثه مګم مګم من کان اخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه هر کسی که آخرین کلامش لا اله الا الله باشه ای داخل جنت میشه حالا هر کسی که لا اله الا الله میگه داخل جنت میشه با اساس از این سه تعهد کسی میشه که این تعهدات خدا تا آخر عمر خود چی داشته باشه حفظ داشته باشه نگاه کنه بعضی کسا از کلمه میخوان لکن تعهد اول هم مشکلانن همین ما شما بسیار مسلمان ها داریم هم کلمه میخوان هم سجده به غیر الله میکنه در زبانت حمدگویا در دلت پیدا سنم ای با باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود؟ ما مسلمان داریم هم کلمه میخونن هم رکوب و مخلوق میکنن هم کلمه میخونن هم نظر که عبادت از بنام مخلوق میکنن یک کسی برای ما دفنش چکت که تنها در افغانستان چارده قسم نظر به مخلوق است کلمه هم میخونن امی کسای کلمه میخونن چارده قسم نظر برای مخلوق دارن تواف گرد قبر مخلوق میکنن شفا از مخلوق طلب میکنن بسیاری عبادت هاست که ما اقسام عبادت هم میخوانیم باید کل زیر بر الله بکنیم بعضی کساس تعهد اول حفظ کرده تعهد دوم شکستانده چه قسم تعهد دوم مشکنانه؟ که مثلا کلمه میخوانه عبادت هم به الله میکنه لکن شریعت الله را قبول نداره میگه ما قانون الله را قبول ندارم یا قانون از امریکا میارم یا قانون از روس میارم یا قانون از یهود میارم یا قانون نصارا را میارم یا قانون فلانی را میارم بالاخره یکی از قوانین بشری را جاگوزین شریعت الله میکنه و او قانون میپذیره فکرن میپذیره چرا این قانون آوردی به ایمانا که این قانون از شریعت الله کده بهتر است و کسی که تو فکر داشته باشه که قانون مخلوق از شریعت الله کده بهتر است یا مساوی هست یا با امرای شریعت الله قانون دیگه را هم تطبیق شد و مباه است در هر آلات ازی کافر میشه چرا هیچ چیز مساوی با شریعت الله نیست برتر هم نیست و با پالو شریعت الله قانون بشری که ضد شریعت الله باشه اطاعت کردن از این هم درست نیست پس بسیاری کسا هستند که همین کمونستار که وقتی میگفتن که یا کافر هستن یا خب میگفت ما نماز میخوانیم بسیاری جا صف اول سات میشدن نماز میخوادن حج میرفتن عمره میکردن کل کار میکردن لکن خودشان میگفتن میفتن ما در نظام اقتصادی خود نظام سوسیالیستی را قبول داریم شریعت الله را قبول نداریم اینا بیچارا را یا نمیخواستن نمیخواستن چون کفر را قبول کرده بدن علمایی که حق میگفت گفت وارا بندی میکردن و می و 700 600 1000 عمل قبر های دستجمی است که برشان وقتی گفته می شد اونها را می متوجه هستین اینال همین قفل هم که هست برای انسانهای های نیک است اما اگر یک دوز راک باشه پیش از اون قفل قفل مقاومت نمیکنه کنه تبر میگیره میزنش دوزی میکنه این درس هم که داده میشه برای انسان های معقول داده میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که برش وحی آمد وحی آمد برای کی بر خانم خود گفت خانمش یک زن بسیار با شخصیت بود که از هزارا ماه مردا کده شخصیت از او عالی هست ام المؤمنین مادر ما و شما و مادر تمام مسلمان و مادر صحابه و مادر مسلمان تا روز قیامت از واج متحرات است. بی بی بیبی بی بی خدیجه بی, بی زینبه تمام از اینا. و از واجه و امهات هم اینا رسول الله صاحب آمد امی پیام بر از امی خانم بیان کرد در حال که پیغمبر می الله خانم برش گفت که تو جگر خونی نکو الله متعال ترا ذلیل نمی سازد چرا تو شخصیت بسیار عالی داری اخلاق بسیار عالی داری الله کسر ذلیل می سازد تو اما تو کارهای ذلیلانه میکنه تو کل کارهای خوب حتما دیگه کدام خوبی است و میگیره میبره پیش ورقه بن نوفل و او برش تشریح میکنه که آنچه بالای زی آمده امو وحی هست که بالای موسی علیه السلام آمده بالای یوسا علیه السلام آمده. رسول الله سن میبینه که در بین مردها یک که سن که سنکلان هستن بعض انسانها سن سنکلان هستن معقول هستن بعضی ها سنشان کلان شده سنشان کلان شده عقلشان هم از دستشان رفته قبول نمیکنن در بین کسایی که سنشان بلندتر بود ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود وقتی به ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت که لا اله الا الله محمد رسول جوانا... الله ابو بکر صدیق عاجل گفت لا اله الا الله محمد رسول الله در بین جوانا نو جوانا یک بچه ده ساله علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه بود در بین نو جوانا زید ابن حارثه بود وقتی برای زینا کلمه لا اله الا الله گفته شد اونا قبول کردن و تا آخرین لحظه از این کلمه دفاع می کردن پس وقتی که ما درس می دیم برای نمی کسایی که معقولیت دارن گوش می و بالاخره اگر اشتباه هم داره اشتباه خود اسلام کنه چون دروازه توبه هیچ بسته نیست ولو که انسان کافر شده باشه مرتد شده باشه بیدین شده باشه بیخی از وجود الله انکار کرده باشه باز هم دروازه رحمت الله برش باز پیش ازی که ملک الموت بینه. پس ما شما خوب فرصت داریم که از اشتباهات خود چی کنیم توبه بکنیم و رجوع به الله بکنیم میشه بسیاری وقتا انسان ها حتی در مشکلات اعتقادی گرفتار باشن اما ادامه دادن به او خطرناک است چرا در قرآن, ش... قرآن عزیب شان سه چیزه سه کس الله مطال برای و شما معرفی میکنه آدم است هوا هست و ابلیس است آدم علیه السلام هم یک لغزش کرد هوا هم علیه السلام یک لغزش کرد و ابلیس هم یک لغزش کرد اما آدم علیه السلام وقتی که فامید که ما لغزیدم اشتباه کردم فوراً به الله رجوع کرد بی بی هوا هم که یک مثال از انسان مذکر یک انسان معنیس و یکی هم از یک جن وقتی آدم علیه السلام بی بی هوا فامیدن که ما از پیش ما لغزش شد قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لَنَكُنَنَّ من الخاسرين الله تعالى لنا بخشيت وبري ادم عليه السلام مقام النبوه حمدت متوجهين اما ابليس قال يا ابليس ما منعك ان تسجد اذ امرتك چی شد تو وقتی ما امر برد کردم مال تو آدمه چی امر ما بود عبادت امر الله هست به هرچی که الله امر کرد عبادت است از آن چی که من کرد اونم اون ناروا هست برای ابلیس گفت که چرا امر ما بود تو آدم چی میکردی که از سنگ پیدا شده از چوب پیدا شده از خاک پیدا شده از خاک گل پیدا شده از گل سیاه پیدا شده گل زرد پیدا شده تو چیک میکنی مهم اینجا امر ما بود تو چرا اطاعت نکردی از امر ما وقتی که ما برات گفتم برای احترام بکن آرمان ما وقتی به مادر پدر ما احترام میکنیم نه به خاطر شخص مادر پدر بلکه به خاطر چی میکنیم به خاطر امر الله میکنیم باز اگر امر مادر پدر ما مخالف امر الله شد باز اطاعت نمیکنیم متوجه هستین خانم ها چرا به شوهر خود اطاعت میکنند، وقتی که شوهرش امر الله هست که اطاعت بکنه این خانم مزیره مردها چرا به خانم های خود محترمانه برخورد میکنن به خاطر ازی که حکم الله هست که باید محترمانه برخورد بکنن اینا اگر اونا مخالف شریعت الله کار کنه باز اطاعتشان نیست خب برای ابلیس گفت که ابلیس ما منعکه چه چیز شد که چیزی چیز مانعی شد که وقتی من امر کردم و تو امر مرا نپذیرفتی کل ملائکه جبریل پذیرفت میکائیل پذیرفت سعی که جبریل با بزرگیش میکائیل با بزرگیش تو که این اومدی؟ مخالفت میکنی چی که داری جبریل که دویجا چی قدر است دی اند ذل عرش مکین جبریل که کسایی که در عرش هستن ملائکه‌ای که در اطراف عرش هستن و در آسمان ها هستن جبریل علیه السلام پیش از اونها بسیار با عزت رئیس کل ملائکه هست او هم امر مرا پذیرفت تو چرا این نکردی ابلیس میدونسته اون لحظه هم میگفت یا رب بد کردم اشتباه کردم غلطی کردم این امر تا میکنم یک... ابلیس گفت انا خیر منه مازو کرده خوب هستم قوم پرست ها شعارش همی شعار است نی؟ مغل خیو ما ازا کده خوب استیم خلقتنی من نارین و خلقته مرا از آتش پیدا کن یعنی شیطان به ربوبیت الله که الله خالق است قناعت داشت اما حکم الله را شکستان و تکبر کرد الله مطالبه گفت که خویی گفت که تکبر کردی فا این علیک لعنت يَوْمِ یوم الدین تو لعنت شدی ترد شدی از بارگاه من پس انسان مسلمان میتونه که اشتباهات خود چی کنه؟ چی پران بکنه؟ هیچ کس نیست که معصوم باشه بغیر از پیغمبرا که اشتباه نکنه اما ما که انسان هستیم از پیش ما گناه ها میشه صغیر میشه کبایر میشه گناه میشه چی میشه حتی تا مرحله کفر هم بعضی اوقات که است از بعضی ها تا کفر و شرک هم شاید مداخل فورا رجوع بکنه به الله توبه بکنه دروازه توبه باز شکر بکشه که الله برش فرصت داده می الله بر انسان فرصت میده بزرگترین نعمت الله است اگر دم این کفر یا کس بگیره عین غلطی بگیرم عین گناه بگیره گپش بگیر ختم است لکن الله متعال به بسیاری کسا یعنی ما شما خوشبخت هستیم بر ما شما الله یک فرصت داره یعنی <applause> هر روزی که ما شما در سقیده میخوایم، شکر بکشیم که فرصت الهی هست و عقیده ما خوب میشه چرا اگر به او عقیده شرکی و کفری که 5 سال پیش و 10 سال پیش و 20 سال پیش خود ما به سری مشکلات گرفتار بودیم متوجه هستین اگر به او انسان بیمورد خلاص بود اما رحمت الله هست که بر ما فرصت میده تا عقیده درسته بخونیم این حالت این تعهدات سیگانه رو ما و شما فامیدیم با دلایلش سیس انشالله آلی کلمه طیبه را که ما شما میخوانیم که لا اله هم میگیم چون اله بحث میکنیم آیا این کلمه طیبه شروط هم داره؟ حالا ما میگم بله وقتی که کلمه طیبه متوجه هستین وقتی که کلمه طیبه کلید جنت هست کلید دندانه داره یا نداره؟ داره نداره کلید پس کلمه طیبه هم دندانه های خود داره تقریبا هفت تا دندانه داره چند تا دندانه داره؟ هفت تا دندانه داره که ایره هفت شرط کلمه طیبه میگن و این شرط ها انسان باید بفهمه و مطابق از این زندگی بکنه تا که آخری کلمه که از زبانش خارج میشه لا اله الا الله پیشتر گفتیم که وقت رسول الله سم میگه که من کان آخر و کلامی لا اله الا الله دخل الجنه باید تعهد اولم حفظ کنه بعضی کسا در تعهد اول شکستانده بعضی کسا تعهد دومش شکستانده کلمه هم میخونه قانون غیر الله را میپذیره و بعضی کسا هستن که در تعهد سیومی شکستاندن اونجا میگه که من رهبر من مرشد من راهنمای من ولکم فی رسول الله اسوه حسنه باز رسول الله سم ترک میکنه مرشد راهنمای خود کسای دیگه را میگیره یعنی بعضی کسا تعهد خوده که در کلمه داده تعهد سیومی را که رهبر خود راهنمای خود اسوه خود رسول الله سم میگردونه این رسول الله صلی الله علیه و آله به حاشیه میکشونه یک کسی دیگه رهبر خود میگیره یا کسی دیگه راهنمای خود میگیره یک کسی دیگه مرشد خود میگیره و باز او تو ادعا میکنه که گویا این شخص العیاز بالله از رسول الله صم کرده یارد بیش بلند است یا اخلاقش پاک است یا قلبش خوبتر پاک است در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم الله با تمام صفات عالی بر ما و شما معرفی کرده و رهبر ما گشتند و عبدالله بن مسعود رضی الله عنه میگفت که صحابه و تابعین توصیه میکرد میگفت انسان زنده را هیچ وقت به انسان زنده را اسویتان نگیرین اسویتان رسول الله صلی الله علیه و اصحابی که فوت کردن و را اسویتان بگیرید اسویتان رسول الله صلی الله علیه و صحابه که فوت کردن این نصیحت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه بود برای شاگرداش برای صحابه برای صحابه بودن برای تابعین بودن تابعین چرا انسان زنده که هست همیشه خودش تحت چی تحت امتحان است هر لحظه امتحان است بعضی وقت امتحانات سخت می آه. بعضی کسا در امتحانات سخت ناکام می مانه. تحمل کرده نمی گمراه می شه. و بعضی کسای دیگه است که در امتحانات سخت نه امتحانات بسیار مزدار می برش چوکی، موتر بسیار لوکس، قصر بسیار زیاد، پول و دلار و پیسه و تورا. باز امتیان های سخت گزاره میکنه امتیان های آسانه که مزدار است باز ای گزاره کردن هم میتانه. باز ببینی که من حرف میشه کلپ هاست بیس سال پیش یک کلپ داره بیس سال بعد کلپ هاشو سعی کنیم با گپ های بیس سال پیشش کاملا متفاوت است سابقیش آلنگیش چی میکنه؟ خود سابقیش سعی است ده و خودش هم سعی بود این چی چیست؟ از این خاطر کسایی که مثلا انسان زنده را الگو و رهبر خود میگیره چون او انسان خودش در امتحانات و در فتنه ها قرار میگیره باز خود از این انسان در فتنه واقع میشه از این خاطر هیچ وقت استاد پرستی نکنین هیچ وقت نگوین که ما والا شاگرد استاد دایی هستم نگم استاد دایی که هست و هست نیست نه تو استاد دایی رو یک ساعت درس دیدی از کل چیزا ما خبر نداری رو الله متعال میفهمه تو ما نیستم اسویتر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بگردن پیغمبر معصوم ما معصوم نیست از تو که ما گناهکار هستم ما کل هم کل علما این نمی قسم کل مشایخ و کل اشخاص که هستن کل این نمی هستن ولو که بچی پیغمبرم باشه در فتنه هست بچه نوح علیه السلام پسر نوح بابدان بنشست ها خاندان نبوتش ولی به خورد از غرق نجات پیدا کرد نه از غرق کسی نجات پیدا میکنه که آمنو و الصالحات صالحاتی و تواصل بالحق و تواصل بالسف خب این کلمه طیبه چی داره؟ هفت کلید داره این کلید داره حفظ که باز کلید دروازه جنت باز کنه متوجه هستیم؟ تو شرایط کلمه رو جور نکردی خلف آیه تو رفتی براش کلی چوبی جور کردی نمیشه پس باید برای هر چیز مطابقش تعهداتی که کردی و. و شرایط از این کلمه اول شرط کلمه علم است یعنی انسان مسلمان باید به با این کلمه چی داشته باشه؟ علم داشته باشه چه دلیل دارین که شما میگن که باید کلمه به با کلمه علم داشته باشیم شرایط شبو فامیم تعهدات شبو فامیم مفهوم کلمه را بفامیم خواسته های کلمه را به علم داشته باشیم چی دلیل داریم میگیم سوره محمد صلی الله علیه و سلم باز کنین آیت 19 هم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنین والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم الله متعال میگه الله متعال میگه فعلم فعلم اینجه میگه علم داشته باش بس علم داشته باش یعنی يعني علم لا اله الا الله بالای تو فرض است عقیده توحید اینی می درس که ما و شما می خوام این می فرض است مثل نماز واره بسریکه سام میگه نه ما ضرورت ندارم نیاز ندارم الله میگه علم داشته باش در نماز میگه عقیم و صلاح. نماز اقامه کو به طریق رسول الله نماز بخوان لکن در کلمه چی کو علمش داشته باش امر الله شد امر الله واجب است نیست فرض است نیست پس یاد, یاد گرفتن عقیده عقیده قرآن و سنت فرض است نیست فرض شد چی فرض است؟ انه یقینا که لا اله الا الله لا اله نیست هیچ کس مستحق از که ذات شبادت شد و شریعتش اطاعت شد الا الله بغیر از الله این علم داشته باش پس اول چیز که در کلمه سر ما باشه ما فرض است کلمه را در باری کلمه علم داشته باشه متاسفانه بسیاری کسا کلمه میخوانه لیکن علم کلمه را نداره از این خواهد منحرف میشه منحرف میشه وقتی که علم پیدا کرد لا اله الا الله باز بسیاری عیبه های خدا چی میکنی؟ مشناسی از این خاطر الله متعال میگه واستغفر لذنبک باز بر گناه های چی کو؟ مغفرت بخواه. هر اشتباهی که کردی دروازه توبه باز است تنها بر خود میگه نه انسان مسلمان که از خیرخواه میباشه در جامعه ولی المؤمنین و المؤمنات بر مردهای مؤمن و بر زنهای مؤمنه برای کلشان هم چی طلب کو؟ مغفرت طلب کو پروردگار مرا ببخش و تمام مسلمان های مذکر و مؤنث همه ایشان پروردگار رو مغفرت کن والله یعلم متقلبکم و مسواکم متقلب الله متعال میفهمه که شما کجاست برگشتتان و جایگاهتان در کجا هست شرط دوم کلمه لا اله الا الله چیست است الیقین شرط دومش چی که کلمه را میخوانی به این کلمه باید چی داشته باشی یقین داشته باشی يقين معنى ؟ اليقين المنافي للشك. أولش علم بوت العلم المخالف للجهل. علم مخالف الجهل. دوميشياز اليقين المنافي للشك. يقين دو بشي لا إله إلا الله كإيش داشته باشی حالا مثلا در قرآن از مشان میگه و نزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین در قرآن شفا هم است رحمت هم است بسیاری کسا قرآن در پیشش هست به قرآن رجوع نمیکنه این دیگه ولایت میره اونجا شفا میتلبه ولی یقین به قرآن داره؟ نداره پس با کلمه لا اله الا الله باید ما یقین داشته باشیم دلیلش چی است؟ دلیلش در سوری حجرات آیت پانزه است إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الله متعال إنما يقينا المؤمنون إنسان هاي مؤمن الذين كسانا هستن آمنوا بالله ورسوله كي إيمان بالله بأ ورسوله بكتاب الله وأحاديث رسوله سم حقيقة إيمان دارن ثم لم يرتابوا باز در قرآن و سنت شک نمیکنن میگه که قرآن کلام الله هست سیزه میگه کلام الله هست ایمان داره لکن یقین نداره ای که قرآن زندگی زیر جور میکنه به یقین نداره ای که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی زیر میسازه به یقین نداره ای که اختلافات ما را کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و از بین میبره جامعه بشریت اصلاح میکنه کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به یقین ندارن. الله متعال میگه بسیار مردم ما هستن که ادعا میکنن که ما مؤمن هستیم اما الله متعال میگه یقینا که مؤمنای حقیقی چه صفت دارن الذين کسانی هستن که امنوا بالله ایمان به با الله دارن به قرآن دارن و رسولی و ایمان به رسول الله صلی الله علیه و به احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان دارن ثم لم یرتابوا باز بعد از ایمان یقین داشتنشان بازیا ها رای به شک ای ندارن که بگه نه از قانون اقتصادی اسلام کده قانون اقتصادی روس خوب است قانون اقتصادی امریکا خوب است از نظام اجتماعی اسلام کده نظام اجتماعی غرب خوب است میگه نه میگه بسیاری کسا یا یقین ندارن به کلمه لا اله الا الله کلیدو از یا دروازه جنت باز نمیکنه دروازه جنت باز نمیکنه دندانای کلیشون چی است خراب است و جهدو به اموال هم و فی سبیل الله و اینا جهاد میکنه هم با مال خود و هم با جسم خود با جان خود در چه جهاد میکنه فی سبیل الله در رای الله اولایی که هم صادقون این مجاهدین حقیقی این مؤمنین حقیقی که یقین دارن اولایی که هم صادقون اینا راستگوی هستن این راستگوی الله معرفی میکنن خب شرط سوم کلمه لا اله الا الله چی است القبول المنافي للرد القبول المنافي للرد یعنی يعني قبول کردن که منافقی رد کردن باشه یعنی يعني وقتی که یک حکم الله آمد و حکم ما قبول میکنه و دی فکر نمیشه که من رد کنم نه ولی این حکم قبول ندارم نه آیت قبول ندارم نه حدیث قبول ندارم نه حکم قبول ندارم نه فلان است این اسم ما قبول نداره و این گروپ ما قبول نداره و دین ما قبول نداره و این مذهب ما قبول نداره نه وقتی که کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله بود صد, صد قبول میکنیم علمای مذاهب ابو حنفی شافی مالکی حنبلی کلشان همین عقیده شان بود که میگفتن اذا صح الحديث فهو مذهب. وقتی که حدیث صحیح شد ما در او گپ نداریم او مذهبی ماست در کتاب الله و در احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و گپ نداریم آمن نو نه. عمر رضی الله تعالی عنه می گفت یک اشتهاد می کرد یک کسی میامد برش گفت می عمر یک روز عمر رضی الله تعالی عنه جوان اومد شکایت کرد گفت والله مهر دخترا مهرای خدا بلند گرفته اون وقت تویانه نبود خود دخترا تعیین میکردن مهر خوده مهر از اینا زیاد است ولی واسه ما نمیرسه عمر رضی الله عنه برشون گفت کمی مهره کم کنین یا چطور کنین یا چنان هست یک خانم خیس اورد گفت یا عمر تو حق نداری الله متعال گفته اگر یک کسی برای خانم خود یک کو تلا هم مهر تعیین کنه تعیین کرده میتونه یک نفر لوکس است مهرش دو کیلو تلا است یک نفر خشر است <تصفح> <تصفح> مثل ما <موش> و شما واره مهر ما کم است خانم ما شما میفهمه که ما شما ضعیف هستیم بیچاره هستیم مهر ما قبول میکنه بعضی صحابی که بسیار باز لوکس بودن و بسیار عالی بودن دقصه مال دنیایی نبودن باز مهر از اونا دستوری سوری قرآن بود خانم مسلمان بود هم مسلمان بود مهر چی باشه دست, دست سوری قرآن رو برشیاد میداد خلاص اما خانم میپذیرفت اینال عمر رضی اللہ تعالی قف صدقت المرأة وأخت أخطى عمر ايه خانم درست قف ما اشتباه کردم پس وزیر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين است كل الدنيا است بشش لكن عمر رضي الله عنه چه میگه؟ وقت که آیت قرآن برش گفته میشد و احادیث رسول الله سم گفته میشد آمن و سلم نا صفه الصحابه چی بود که الله هنا را راضی شد از اونا و رضي الله عن المؤمن ام مؤمن قلت شلون ام شيء قلت بخاطر ذوك امن الرسول بما الله من ربه والمؤمنين كلنا امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسوله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير صفات الصحابه بود الله زنا رزيش. صفات بني اسرائيل شو بود؟ وهم يقولون سمعنا شنو نريد خلاكن شو این حال شما خود ما موقف خود خودم ما بکنیم که آمنا و سلم منا هستیم یا آمنا و سمعنا و نه پس شرط سومش چی است قبولی چه قسم قبولی که منافی به رد باشه یعنی در اونجا ردمت نباشه دلیلتان چی است میگیم دلیل ما سوره صافات ايه حتى سيوبانجسي وشاش انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون ان انك تترك الهتنا لشاعر مجنون اني ابدا مخلص كما يقول انسان مخلص مخلصات ويقولون اني كسايزن ان واقعا لا اله الا الله شک ندارن اما مردم های مشرک چی میگفتن؟ و میگفتن و یقولون سوره صفات است و آیت سی و پنج اینا هم یقینن که ایشان کانو بودن اذا قیل لهم لا اله الا الله وقتی که چی گفته میشد؟ لا اله الا الله یستکبرون در بانه ازی چی میکردن؟ تکبر میکردن یعنی در لا اله الا الله شک میکردن قبول لا کردن چرا هی کس شک نداشته چرا تکبر مقابل لا اله الا الله شرط تشارمي كلمة لا اله الا الله ان شاء الله تعالى روز بعدي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله واستغفرك واتوب اليك